فرارهای باور نکردنی زنان زندانی. فرار از زندان سودای هر زندانی است و تعداد کمی از زندانیان از تصورات ذهنی پا را فراتر گذاشته و تن به فرار می دهند. فرار از زندان عمری به درازای تاریخ دارد. روزی که زندان و زندانبانی شکل گرفت، وسوسه فرار نیز در ذهن مجرم نقش بست. همیشه شنیدن خبر فرار از زندان ها برای من جالب بوده است. این زندانیان جرأت و شجاعت زیادی برای این کار داشتند. از این جمله زنانی که تصمیم به آزادی گرفتن و نخواستن در کنج زندان بمانند. در این ویدیو شاهد نحوه فرار زنان زندانی هستیم که اصلا تصورش را نمی کردیم. با ما همراه باشیم. سامانتا لوپس. سامانتا لوپس به جرم مشارکت در سرقت مسلحانه از بانکی در ایالت جورجیا به 50 سال زندان محکوم شده بود. وی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان فدرال دوبلین در کالیفرنیا بود که عاشق مردی به نام رونالدو مکنتاش می شود. مکنتاش که قبلا خلبان هلیکوپتر نظامی بود، به دلیل کلاهبرداری مالی در زندان به سر می برد و یک سال دیگر دوران محکومیت او به اتمام می رسید. این دو هنگام کار در دفتر تجاری زندان با هم آشنا شدند. در سال 1986 مکنتاش در طی انتقال به یک زندان دیگر در کالیفرنیا موفق به فرار زندان شد و 8 روز بعد با یک هلیکوپتر دزدیده شده به زندان بازگشت و سامانتا را نیز با خود برد. آنها 10 سال پس از فرار و در حالی که مشغول خرید حلقه ازدواج بودند دستگیر شدند. در واقع مکنتاش در حال نوشتن یک چک از یکی از حساب‌های بانکیش بود که پلیس آن را تحت بازرسی قرار داد. این دو بعد از دستگیری به در دادگاه توسط کشیش سابق زندان به عقد هم در آمدند. سپس هر دوی آنها به خاطر جرم‌هایی که مربوط به فرارشان می‌شد محکوم شدند. مکنتاش به دلیل سرقت هوایی و کمک به فرار لوپس گناهکار شناخته شده و به 25 سال زندان محکوم گردید. سامانتا نیز به جرم فرار از زندان محکوم شده و 5 سال دیگر به دوره محکومیت قبلی او اضافه شد. ماری والش، سوزان لافور. سوزان در دیترویت آمریکا بزرگ شد و در دوران نوجوانیش به سمت مواد مخدر کشیده شد. در سال 1976 در حالی که 19 سالش بود در یکی از معاملات مواد مخدر حضور داشت. پلیس توانست او را دستگیر کند. او به 10 سال زندان محکوم شد. یک روز پدر بزرگش به ملاقات او رفت و این ملاقات سرنوشت سوزان را عوض کرد. پدر بزرگش به او پیشنهاد داد از زندان فرار کند. او تصمیم گرفت از زندان فرار کند. پدر بزرگش و مادرش توانست به او کمک کنند. او موفق شد فرار کند و نام خود را به ماری والش تغییر داد. او بعد از مدتی با آلن والش آشنا شد و ازدواج کردند. شوهرش مجری اقتصادی بود. آنها صاحب 3 فرزند شدند. شوهرش و بچه هایش چیزی از گذشته او نمی دانستند. او توانست به مدتی 30 سال در سنتیاگو زندگی کند. اما در سال 2008 هویت او فاش شد. یکی از مامورها با دیدن عکس جوانی های ماری او را شناسایی کرد. در نتیجه او دستگیر و به میشیگان منتقل شد. خانواده از شنیدن سرگذشت مادر خود شوکه شدند. گرچه ممکن بود 15 سال در زندان بماند، اما 13 ماه در زندان ماند و پس از گذراندن دوران حبس از زندان آزاد شد. سارا جوپندر. سارا جوپندر در مرکز بازپروری راکویل در آمریکا زندانی بود. او به فکر فرار از زندان بود. با کمک یکی از نگهبان‌های زندان به نام اسکات سپتلر توانست فرار کند. سارا در بیرون زندان با یکی از همبندی های خود به نام
جیمی لانگ هم دست بود. در آگست سال 2008 اسکات توانست برای سارا گوشی موبایل پیدا کند. سارا توانست به عنوان یک شهروند معمولی زندان فرار کند. اسکات از فرایندهای جستجو و از دوربین‌ها اطلاع داشت و کسی ماشین او را جستجو نمی‌کرد. اگرچه عمر این آزادی برای سارا کوتاه بود، خبر فرار او در تلویزیون پخش شد و نام او در فهرست تحت تعقیب‌های آمریکا قرار گرفت. یکی از همسایه‌ها بعد از پخش اخبار توانست او را شناسایی کند و به پلیس گزارش داد. در دسامبر 2008 پلیس او را دستگیر کرد. بدون هیچ مقاومتی تسلیم شد. در حال حاضر او در سلول انفرادی زندان زنان ایندیانا زندانی است. مشخص نیست او چه مدتی در انفرادی بماند. فرار او نشانه ای از وجود خیانت و همدستی در درون زندان است. لندا داربی. داستان این زندانی شامل جنایت، جزا و فرار است. در سال 1970 شوهر او چارلز داربی به قتل رسید. لندا مظنون اصلی قتل شناخته شد. بعد از مدتی کاراگاه‌ها و بازرس‌ها به او مشکوک شدند. شهادت دخترش و کشف یک اسلحه مدارک بودند که نشان می‌دادند لندا شوهر خود را به قتل رسانده. نتایج کالبد شکافی چارلز نشان می‌داد در خون او آرسنگ وجود داشت. ماه قبل از کشته شدنش لندا در داروهایش آرسنتیک ریخته بود. لندا به اتهام قتل درجه یک به حبس ابد محکوم شد، اما او تصمیم نداشت باقی عمر خود را در زندان سپری کند. در سال 1972 از زندان فرار کرد. او توانست به مدت 30 سال مخفیانه در پولاسکی تنسی زندگی کند. خانواده جدیدی تشکیل داد و هیچ کسی به او شک نمی کرد، اما بعد از مدت هویت واقعی او فاش شد. اثر انگشت هایش باعث فاش شدن هویتش شد. داستان لندا نشان می دهد یک فرد می تواند سالها مخفیانه زندگی کند. شاید بتواند از زندان فرار کند، اما از گذشته خود نه. جوین چسمارت. آساتا شاکور. جوین چسمارت بعدها نام خود را به آساتا شاکور تغییر داد. او تنها زندانی بود که بعد از فرارش هرگز پیدا نشد. در دهه 70 میلادی در جنبش های سیاه پوستان بسیار فعال بود. این جنبش ها گاهی اوقات به خشونت ختم می شد. در سال 1973 او در یک حمله مسلحانه افسر پلیس را کشت و افسر دیگری را زخمی کرد. در سال 1971 تا 1973 او مرتکب به جرایم های مختلف از قبیل دزدی از بانک ها، قتل، دزدی مسلحانه و غیره شد. او دستگیر شد و به حبس ابد محکوم شد. او تحت نظارت شدید قرار داشت و رسیدگی پزشکی دریافت نمی کرد و در بند مردان نگهداری می شد. در سال 1979 او با همکاری یارانش توانست از زندان فرار کند. او به یکی از تحت تعقیب ترین مجرمین تبدیل شد و نام او در فهرست مجرمین خطرناک قرار گرفت. بعد از مدت توانست پناهندگی سیاسی در کوبا بگیرد و در حال حاضر آنجا زندگی می کند. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.